از کربلا باید بگی، از قصه دل دادگی. احساس یعنی عاشقی، اخلاص یعنی سادگی. از کودکی سینه زدم تو تکیه های شهرمون، از بچگی بار اومدم تو روزه های خونگی. اشکی بده گریه کنم، گریه زلالم میکنه. من خستم از نفس خودم ای اسوه آزادگی. من طالب وصل توام، یادم بده راهی بشم. من طالب فیضم حسین، یادم بده افتادگی. یکی از بستگان خیلی نزدیک ما سرطان داشت. یه تمام دکترای انگلیس که مخشقش سرطان هست، ایشون ردش کردن، گفتن این دیگه خوب نمیشه. این هر جا نرس کرده بود، یه دفعه آخر نزدیک کرد، گفت امام حسین شما داماد امام حسین زردشتی هست، یه پولی میدم بدی آقا روزه بخونه، در روزه بخونه. و بچهش خوب شد، پول داد آقا روزه امام حسین خون و خوب شد. این من این فامیل نزدیک من میشناسمش که سرطان داشت، الحمدلله خوبه، خوب خوب شد، حالا دیگه مشکلی نداره از این بابت. حالا نرز همه جا کرده بود، یعنی هر امامزاده زیارتگاهی نرز کرده بود، آخرین نرزش این بود که یا امام حسین من پول میدم این زردشتی به نام زربشون، پول میدم که روزه امام حسین بخونه بچه من خوب شد. زد و بچهش خوب شد، اومد پول داد به اون زربشون که زردشتی هست، نرز کرد داد آقا روزه برش بخونه و بچه هم خوب شد الحمدلله. یعنی این سرطان طوری بود که چیز انگلیس که چیز معدن سرطان شناسی، ایشون گفت که این بچه دیگه خوب نمیشه. بعدن که خوب شد تعجب کرد، نامه داد ایران، این چه دکتری رفته که خوب شده؟ تا دکتر آوسه شفاش داده، امام حسین شفاش داده خوب شده. این از بابت این سرطانی تفت یز یه دو تا عصر نام زورجان امام حسین صاحبش سیدی بود. این دو روز مونده بود به عاشورا، تا سر لب به ایش نوع غذایی نمیزد، جو گندم هرچی میریختن جلویشون نمیخورد. به صاحبش گفتن شما اینو قبلا سیرش میکنه که روز عاشورا نخوره. بعدا گفت بیا اصلا من بگیرید برید خودت هرچی میخواد بهش بدید. اومدن بردن قبل از عاشورا هر کاریش کردن غیر از عشق، هیچی نمیخورد. و فقط مقصود این بود که یک لباس امام حسین تنش بود، سید بود، سوار میتونست از دو، هر کس نزدیکش میشد با لگد پردش میکرد اونجا. یکی از که موجودایی که از دوستان تعریف میکرد، گفت یه هیئت بزرگی داشتیم، هر کس ما غذا میدادیم راشوتا غیر از راشوتا ماهی محرم. تو تهران معروف شده بودیم، من بچه یه ازم بزرگ شده تهرانم. روز عاشورا یه شب، یکی از این شبا یه هیئت 800 نفری میاد تو هیئت، سینه میزن میاد تو صاحب هیئت ها به اون اعضای هیئت میگن با امشب این هیئت، ما شام هم نداریم، ما هم همه گفتیم هر که هر ساعتی
بیاد ما شام میدیم. اون شب اومد و همه این مثلا تو حیات مسجد پنجش نبودن چهار همشون در از وقت موند یکیش. گفت من با میستم اینا مهونه ما حسین فرسته خودش هم بره قضاش میده دیگه ما کاری نکنیم. قسم میخور گفت نه. یک دفعه یه وارد نگر رو گفت حاج آقا دستمون به دامن. گفت برای چی؟ گفت که 800 تا 900 تا غذا زیاد اومده هیئت هم نیومدن بخورن. گفت آقا بزن پارک کن. پارک کرد سفره انداختیم و کشیدیم به غذا کشیدیم تا اینکه دو تا غذا یکی من خوردم یک کم راهنده همون وانتا. این هم یکی از کرامات امام حسین که من دیدم. یکی از بچه ها تو هیئت یزد هر سال خرج میداد. یه سال اومد پشتش یه قده در آورد. گفت نه امسان دکترها قدوغن کردن که امسان نمیتونه بره یزد. اگر راه بری تکون بخوریم قده پاره بشه. هیچ دکتری از ما خودم اینجا باش تحت نظر بود. اومد پول فرستاد یزد که خرج امام حسین هم طبق معمول انجام بدن. طبق معمول انجام بدن. شب تو خونه خوابید. زره شکست خوابید. امام حسین چی کاره کردم که امسان نتونستم بهم زیاره. خلاصه نتونستم اونم یه از خرجی بده. مردم فکر کنم حاجی ورشکست شده پول هم نداشته. امام حسین بعد 40 سال چرا آبرو ما رو برد؟ همون شب پشت میخوابه قدش رو میتره که خانمش بلند میشه میگه ملافه خیسه. میگه حاجی خاک تو سرم شد قدت ترکی. دکتر گفت اگر به ترکه میمیری. اونم چیزی نیست. من نصف شب یه بابایی اومد شفام داد خوب شد الان هیچ نیست. صبح رفت دکتر نشون داد. دکتر تعجب کرد گفت مگه میشم چیزی این تا تو مرده باشی چرا چیزی نشد؟ اینم یکی از کرامات امام حسین. دیگر هست بازم خدمت شما. یه دفعه یه راننده کامیون بود شاگردش خودش ارمنی بود شاگردش مصنو بود. یه جا ترمزش میباره تو سرپانی ترمزش میباره هر چی میزنه تو ماشین وان نمیسته. یه دفعه میگه که اون شاگرد من هر جای این موقع میشد گفت یا اول بر میزنه رو ترمز درست نصف پنج دو متر مونده بوده به پرتگاه. ماشین همجا درجا قرف میکنه چارچه قرف میکنه میاد پایین. حالا اون راننده غیر اسلامی کریمی بوده یا دقیقا نمیدونم هر سال میاد واسه امام حسین هم خرج میده هم خیریه هم به خودش هم مصرف میشه. باز این بابت یکی از کرامات امام حسین از این است. امام حسین ما به عنوان یک کسی که اومد سر کربلا گفت بچهش داد زنش داد خیبرش داد همه چی داد خدا هم همه چی که داد خدا گفت حالا من عزتم به تو میدم خدا همه چیش داد. یک گفت بله حالا میام بهترین آب و تا عبدال آب. الان چند سال از این موضوع گذاشته هنوز مردم خیام کنه روز اوله همه گیره میکنن خرج میدن. ببین شما روز آشوراتا یه نفر خونه خودش غذا نمیخوره همش میان هیئت های مختلف. هر جا بری شما کورده بری شهر بری شهرستان بری هر جا بری می پرچه امام حسین بر جا لبک یا حسین لبک یا حسین لبک یا حسین لبک یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.